سرخط خبرها. زورگویی رئیس مجلس سنا در روندی که در آن صلاحیت ندارد. پس دوستان نمیوارده چه انتخابات کمیسیون مشروبیده چه بی بایمتری کرای شمار گرندی با پلار برشمارو. شمار شکایت های انتخاباتی به بیش از 4300 رسید. احتمال رفتن انتخابات به دور دوم. آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. رحمت الله نبیل میگوید پیش داوری وضعیت را بحرانی میکند. گفتگوهای پشت پرده در مورد صلح افغانستان میان کشورهای خارجی. گفتگوهای میان کشورها پشت درهای بسته جریان دارد که به زودی جزئیاتش با همه شریک ساخته خواهد شد. وزارت خارجه میگوید حکومت در جریان این گفتگوها است. و اتهام تازه دونالد ترامپ بر عضوهای دموکرات کانگرس. به نام خدا و با عرض سلام به مجموع خبرهای این ساعت از تلویزیون یک با من نسیم جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی برگزاری انتخابات را هم ماسه خوانده و حضور مردم پای صندوق‌های رأی را نشانه پاسداری مردم از نظام جمهوریت می‌خواند. آقای غنی که در مراسم گشایش بیمارستان دکتر سهیلا صدیق صحبت می‌کرد تأکید می‌کند که تنها کمیسیون‌های انتخاباتی مسئولیت اعلان نتیجه انتخابات را پس از شمارش رأی‌ها و بررسی شکایت‌ها دارند. از سوی آقای غنی با ستایش از نیروهای امنیتی کشور در تأمین امنیت انتخابات می‌گوید این نیروها در یک سال 4 موج عظیم حمله های طالبان را در هم کوبیدند. محمد اشرف غنی همچنین با تاکید بر رسیدگی به خانواده های شهیدان و معلولان میگوید 1700 نمره برای این خانواده ها در بهترین بخش کابل توزیع شده است. برای اکثر قماندان حالا افتخار زیادتر از این است که در یک سال 4 موج عظیم و اما مذبوحانه دشمنای افغانستان، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کوبیدن و اینا را ناکام ساختن. حال وقت حوصله است طبق قانون کمیسونا صلاحیت مسئولیت قانونی را دارن که نتایج بشمارن و به خدمت مردم افغانستان اطلاع بتن و یک چیز ثابت شده مردم افغانستان پاسبان جمهوریت اسلامی افغانستان است. رئیس مجلس سنا هشدار می‌دهد که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی رأی‌های بایومتریک نشده را نپذیرند، او به گفته خودش این رأی‌ها را با زور بر آنان می‌قبولاند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در همین حال بار دیگر می‌گوید که تنها رأی‌های بایومتریک شده حساب خواهد شد. همزمان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهد که صبر پیشه کرده و از پیش‌داوری‌ها در مورد نتیجه انتخابات خودداری کنند. تا دامچی یا ماماتو از کمیسیون‌های انتخاباتی هم می‌خواهد که در کارهایشان مسئولانه عمل کنند و آرزوهای مردم را برآورده کنند. از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پس از 4 روز تأخیر آمار تخمینی رأی دهندگان را 2,598,445 تن اعلام کرده است. 4 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما هنوز میزان مشارکت مردم و تعداد دقیق رای دهندگان اعلام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی صندوق‌ها و مواد انتخاباتی از ولسوالی‌ها به مرکز ولایت‌ها رسیده و به زودی آمار نهایی را با مردم در میان خواهند گذاشت. اینجا در مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی نامزدان می خواهد که از پیشداوری ها در مورد نتیجه انتخابات خودداری کنند. او از کمیسیون های انتخاباتی هم می خواهد که عملکرد مسئولانه داشته باشند.
The only person who can announce victory is IEC. کمیسیون مستقل انتخابات تنها نهاد است که می تواند نتیجه انتخابات را اعلام کند. من از تمام نامزدان و هوادارانشان می خواهم صبر کنند و منتظر اعلام نتیجه از سوی کمیسیون های انتخاباتی باشند. کمیسیون های انتخاباتی هم مسئولانه عمل کنند و آرزوهای مردم را برآورده کنند. وزیر خارجه امریکا هم در توییت خواهان رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی توسط نهادهای مسئول شده است و خواسته که تمامی اقدام‌های لازم برای جدول بندی شفاف نتایج و بررسی شکایت‌ها انجام شود. تلاش‌ها برای تأمین شفافیت در روند انتخابات در حال افزایش یافته که رئیس مجلس سنا تهدید کرده که اگر رأی‌های بدون بایومتریک پذیرفته نشود به زور متوسل خواهد شد. باز دوستان نمی‌وارد چه انتخابات کمیسیون مشر بده چه بی بایومتریک رأی شمار کړي نه دی په پلار به شمارو. تلاش د خلکو خپتنو کڅخیسه ده. د خلکو حق ته څنګه خوري؟ اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تنها رأی های بایومتریک شده مدار اعتبار است. کل تاکید ما سر شفافیت است و امید دو تالی سنتر هم که ساختیم از خاطر از اینکه شفافیت خیلی خوب باشد. آرای غیر قابل بایومتریک قابل قبول؟ او قابل قبول نیست. از سوی برای جداسازی رأی های پاک از رأی های تقلبی، کمیسیون مستقل انتخابات دو مرکز ثبت اطلاعات را فعال کرده است. این جدول نتایج ابتدا در این بخش باز میشه و همه خریطه های محافظتی وارد سیستم میشن و سپس این خریطه های محافظتی که وارد سیستم شدن در اینجا تمامی اسناد اسکن میشه و به تحلیل و ارزیابی گرفته میشه و پس از آن تمامی برگه ها وارد سیستم خواهند شد تا زمینه برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد شود. هرچند در این مرکز برای اینکه کارمندان هم نتوانند برای نامزد مشخص تقلب کنند نزدیک به 50 دوربین امنیتی نصب شده، اما تنها نگرانی مسئولان در اینجا از حمله های سایبری و اینترنتی است که روند ملی را به چالش نکشد. روند دستبندی شکایت های انتخاباتی امروز آغاز شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید روند دستبندی و بررسی 4367 شکایتی که در این کمیسیون به ثبت رسیده است امروز آغاز شده و با آنان رسیدگی می شود. مسئولان در کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که نامزدان ریاست جمهوری تا 3 روز پس از رسیدگی به شکایت ها زمان استیناف خواهی دارند. از سوی هم برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون شکایت های انتخاباتی میخواهند که پس از بررسی و مستندسازی شکایت ها به گونه مستقل آنها را بررسی و رسیدگی کنند. آغاز روند دستبندی شکایت های انتخاباتی. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید روند دستبندی 4367 شکایت را آغاز کرده و پس از آن بررسی در مورد آنها را آغاز میکند. ظاهراً بیشترین شکایت ها از بی‌نظمی در فهرست رای دهنده ها بوده است. میزان اشتراک مردم هم به دلایل ناامنی پایان گفته شده است. نن سحر زمونږ مرکزی دفتر او ټول ولایتی دفترونو کې زمونږ مسئولینو، کمشنر صاحبانو او د تحلیل او ارزونې ټول کارکونکو خپل کار باندې شروع کړی ده او لومړی برخه د شکایتو چه هغه د شکایتو تصنیف بندی ده هغه به کار کوي. این کمیسیون میگوید که 1578 شکایت را تنها در کابل به ثبت رساندند و 490 شکایت دیگر نیز در هرات. این کمیسیون پس از اتخاذ تصمیم نهایی 3 روز را برای استنافهای نامزدان ریاست جمهوری زمان تعیین کرده است. آغاز نیازمند آن است که باید ثبت شود، تصنیف شود، اسناد و مدارک موردی رسیدگی قرار بگیرد، تحلیل حقوقی شود و تدقیق شود، تصمیم گرفته شود، سرانجام ابلاغ شود که بعد از او تا 3 روز دیگر بعد از ابلاغ تصمیم کمیسیون های ولایتی تا 3 روز دیگر بازم تیکت های انتخاباتی حق دارند که نه بیاین استناف خواهی کنند. از سوی هم برخی نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون شکایت های انتخاباتی میخواهند که شکایت ها باید پس از مستندسازی به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد رسیدگی قرار گیرند. نیاز داره که هم از لحاظ
حقوقی بررسی شود که کدام نوع عمل است و چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه برای نتیجه انتخابات و هم از لحاظ تکنیکی مطالعه شود که دلیل، هدف و انگیزه پشت همچو مسائل چی بوده میتونه. گروگانگیری است، بدنامسازی انتخابات است و واقعا تقلب برای یک کاندید مشخص. با این همه دیده شود که پس لرزه های انتخابات چیگونه خواهد بود و پس از رسیدگی به بیشترین شکایت ها و دیده شود که بیشتر شکایت ها به کدام دسته انتخاباتی پیوند دارد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان برنده ندارد و کمیسیون های انتخاباتی باید برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی گیرند. رحمت الله نبیل رئیس دسته انتخاباتی عدالت و امنیت میگوید به دلیل مشارکت پایین مردم در انتخابات ششم میزان این انتخابات در دور نخست برنده ندارد. آقای نبیل تاکید میکند که هر گونه پیش داوری در مورد نتیجه انتخابات تخطی انتخاباتی است و زمینه رفتن افغانستان به بحران را فراهم میسازد. در این حال سید نورالله جلیلی رئیس دسته انتخاباتی مادر وطن نیز هر گونه پیش داوری از سوی نامزدان را محکوم کرده و آن را گونه گروگانگیری مردم میداند. پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، سه روز پس از انتخابات. پس از گفته های مقام های ارشد دسته های دولت ساز و ثبات همگرایی مبنی بر داشتن آرای بلند در انتخابات، رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که میزان مشارکت مردم در دور نخست انتخابات پایین بوده و باید انتخابات دوباره برگزار شود. آقای نبیل همچنان تاکید میکند که بر اساس یافته های تیم امنیت و عدالت بین 1.5 تا 2 میلیون تن از شهروندان در انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که اینا میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن. این خود باعث از این خواهد شد که مشارکت مردم در انتخابات بعدی بیشتر شود. در غیر از او محاسبه که ما داریم رای که استفاده شده بین 1.5 تا 2 میلیون رای است. آقای نبیل همچنان هشدار میدهد که هر گونه پیش‌داوری در پیوند به نتیجه انتخابات میتواند زمینه ساز بحران در کشور گردد. به گفته او یگانه مرجع اعلام نتایج انتخابات کمیسیون انتخابات است. پیام ما به هر دو تیم و اونایی که میگن ما برنده هستیم، در حقیقت اونا به هیچ صورت برنده نیستن، بلکه بستر سازی برای بحران میکنن و این اجازه را باید کمیسیون برشان ندهن. در این حال سید نورالله جلیلی یکی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری پیش داوری در پیوند به نتایج انتخابات را محکوم کرده و از نامزدان می‌خواهد تا به قانون احترام گذارند. هر تیمی که قبل از اعلان نتیجه انتخابات خود را برنده انتخابات می‌داند، ما او را نوعی از گروگانگیرها می‌دانیم. اونا را گروه از اختطافچی‌ها می‌دانیم. اونا کسایی هستند که می‌خواهند دوباره مردم افغانستان را گروگان بگیرند، دوباره زمینه را برای یک جانگیری دوم مساعد بسازند و دوباره مردم افغانستان را به طرف یک بحران ببرند. در این حال کمیسیون انتخابات نیز از نامزدان می‌خواهد که با پیش داوری های خود افکار مردم را تخریش نکنند. من هیچ چاته اجازه نه ورکو چې خلکو عامه ځهان دا مشوش کی او دوی په دغه برخه کې مداخله وکړي. این در حال است که کمیسیون انتخابات اعلام کرده که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب امسال اعلام خواهد شد. گفتگوها میان شمار از کشورها در مورد صلح افغانستان پشت درهای بسته جریان دارد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه از جزئیات این گفتگوها چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان در جریان این گفتگوها قرار دارد. آقای احمدی همچنان میگوید که روند گفتگوهای صلح با طالبان به زودی از سر گرفته میشود. سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح این بار نتیجه محور خواهد بود و به زودی شاهد اجماع بزرگ منطقه‌ای و جهانی در پیوند به صلح افغانستان خواهیم بود. گفتگوهای میان کشورها پشت درهای بسته جریان دارد که به زودی جزئیاتش
با همه شریک ساخته خواهد شد. ما امیدوار هستیم به زودی ما شاهد عملی شدن نشست میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان روی میزی مذاکره باشیم. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه افغانستان را مرگبارترین کشور برای امداد رسانان خواسته است. در گزارش این نهاد آمده است که 319 رویداد خوشنودبار در برابر امداد رسانان در بیش از 8 ماه گذشته در افغانستان ثبت شده است. شمار از نهادهای امدادرسان نیز میگویند که در بخش‌هایی که به گونه موقت در میان دولت و مخالفان دست به دست می‌شود، امدادرسانان با چالش‌های جدی روبرو است. اما وزارت امور داخله میگوید در بخش‌هایی که طالبان حاکمند، بیشتر مردم از کمک‌های بشردوستانه محروم می‌شوند. افغانستان مرگبارترین کشور برای کسانی که به مردم عام مدد رسانی میکنند. اوچا یا دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گزارش تازه‌ای را پخش کرده که در آن به میزان خشونت در برابر نهادها و کارمندان امدادرسان پرداخته شده است. در این گزارش از آغاز جنوری سال جاری میلادی تا 11 سپتامبر رویدادهای خشونتبار به ثبت رسیده که بر بنیاد آن افغانستان با داشتن 319 رویداد خشونتبار در برابر امدادرسانان مرگبارترین کشور جهان برای مددرسانان شناخته شده است. در این مدت بیش از 8 ماه بر بنیاد این گزارش دست کم 27 مددرسان جان باخته، 31 مددرسان زخمی شده و 33 مددرسان دیگر هم ربوده شدند. کابل و قندهار در این گزارش در صدر ولایت‌های با خشونت بلند قرار دارد و پس از این دو ولایت ننگرهار و بلخ به ترتیب دوم و سوم شده است. کمیته سویدن از نهادهای مددرسان است که 2 پیش و پس از تهدید طالبان 42 مرکز صحی‌اش در میدان وردک برای 3 بسته شد. حالا از مسئولان این نهاد میپرسم که گزارش اوچا چقدر واقعیت دارد؟ یکی بخشهایی است که اکثرا تبادله میشه بین مخالفین و بین حکومت. دو بخش ها معمولا مشکلات موقتی بار میاره. به طور مثال یک ساحر طالبان میگیرند دفتن یا مخالفین هر کسی که است اونا میگیرند، یک سلسله شرایط جنگی را اونا وضع میکنند. این طبعا فعالیت های ما را متضرر میسازه، برای یک مدت کوتاه فعالیت های ما را مسدود میسازه. بر بنیاد گزارش اوچا در صورت بحرانی شدن وضعیت در افغانستان پس از انتخابات احتمال محروم شدن 6.3 میلیون افغان نیازمند از کمک های بشردوستانه وجود دارد. او ساحات که هنوز هم دوج دشمن مردم افغانستان حضور داره و دوج مردم عزیز ما از تمام امکانات مدنی و انسانی محروم است، ما میخواهیم که او ساحات پس تحت حاکمیت خود بیاریم و دشمن مردم افغانستان دوج سرکوب بکنیم و بر مردم افغانستان دوج یک فضای کاملا آرام و امکاناتی که برشان لازم است برشان فراهم شود. این در حالی است که افغانستان، پاکستان و اوکراین با کاهش کمک‌های مالی جهانی برای رسیدگی به بحران‌های بشردوستانه روبرو شدند. نهادهای جهانی کمک کننده بشردوستانه در گزارش اعلام کردند که ایالات متحد، آلمان و بریتانیا، 3 کشور بزرگ اهدا کنندگان کمک‌های بشردوستانه، رقم سهمگیری مالیشان را برای کمک‌های بشردوستانه کاهش دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا می خواهد که ماموریت‌های نظامی آمریکا در برابر حراس افغانی را به پیروزی برساند. ترامپ در مراسم جانشینی رئیس ستاد ارتش آمریکا تقدیر از کارکرد چندین ساله جوزف دانفورد اعلام کرد که در زمان کار دانفورد ارتش افغانستان تقویت شده است. او از مارک میلی جانشین او هم می‌خواهد در این عرصه گام‌های مؤثرتر بردارد. او همچنین از شکست کامل گروه داعش خبر داده می‌گوید هم‌اکنون هزاران جنگجوی این گروه در بازداشت آمریکا قرار دارد. از سوی مارک میلی رئیس جدید ستاد مشترک ارتش این کشور هم وعده می‌دهد که نگذارد امنیت آمریکا به دلیل فعالیت‌های حراس افغانان با خطر روبرو شود.
دونالد ترامپ از رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا می خواهد برای تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش کند. دونالد ترامپ در مراسم معرفی رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در زمان کار جوزف دانفورد تقویت شده و نیاز است تا این نیروها بیشتر تقویت شوند. در سال 2013 دانفورد به عنوان فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکرد. او در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نقش بسیار مهم داشته و کارکردهای او به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش قابل قدر است. جنرال دانفورد در شکست گروه داعش در عراق و سوریه نیز سهم ویژه‌ای داشت. اکنون این مسئولیت به جنرال میلی برمیگردد. از اون نیز میخواهم تا در این عرصه گام‌های مؤثرتری بردارد. رئیس جمهور آمریکا در سخنان از شکست کامل گروه داعش نیز سخن می‌زند. گروه داعش به گونه شکست خورده است و هزاران جنگجوی این گروه اکنون در بازداشت ما قرار دارند. بیشتر این جنگجویان از فرانسه، آلمان و جاهای گوناگون دیگر به داعش پیوسته بودند. ما در تلاشیم تا آنها را به کشورهایشان برگردانیم. جنرال مارک میلی در مراسم با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور و برخی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا با ادای سوگند، 20مین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و جانشین جنرال جوزف دانفورد شد. مارک میلی 61 ساله که از سال 2015 به عنوان رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا کار کرده، در عملیات‌های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان نیز حضور داشته است. من به دفاع از مردم، پاسداری از ارزش‌ها و منافع آمریکا تعهد می‌کنم و وعده می‌دهم که مسئولیت‌های خود را به گونه درست انجام دهم و نگذارم امنیت آمریکا به دلیل فعالیت‌های حراس‌افکاران در هیچ گوشه جهان با خطر روبرو شود. مارک میلی در حال به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا سوگند یاد کرده که خشونت‌ها در افغانستان شدت بیشتر یافته است. مشاور امنیت ملی دیروز به طالبان و حامیان خارجی این گروه هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند، در میدان نبرد در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی شکست خواهند خورد. امروز افغانستان در خط مقدم بر ضد حراس افغانی می جنگند تا دیگران بتوانند صلح را در خانه و سرزمین خود پاسداری کنند. اما صلح همیشگی نیاز به مراقبت دارد و ارزیابی مداوم از طرف کشورهای که ارزش‌های یکسان دارند. حراس افغانانی که سربازان افغانستان را که با آنها در نبردند تهدیدی برای همه ما به شمار می آیند. ما باید به همکاری مشترک خود ادامه دهیم تا ایدئولوژی حراس افغانی را در هر کجایی که وجود دارد خاموش کنیم. به تازگی ها وزیر دفاع ملی کشور نیز گفت که نیروهای خارجی نظامیان افغانستان را حمایت هوایی می کنند و بیش از 90% عملیات ها به وسیله ارتش افغانستان انجام می شوند. همکنون 14,000 سرباز آمریکایی و 16,000 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند که مشغول آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. در پی حمله گروهی طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ 11 سرباز جان باختند. مقام‌های محلی با تایید این رویداد می‌گوید که طالبان ساعت 2 شب گذشته بر این پاسگاه‌ها حمله کردند. همزمان فرمانده قلوردوی 205 اتل می‌گوید که در پی عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور با نیروهای بین‌المللی بیش از 20 جنگجوی طالبان در ولایت‌های زابل و اورزگان کشته شده و 24 جنگجوی دیگر هم زخمی شده است. از سوی ریاست امنیت ملی میگوید 4 حراس افغان پاکستانی در یک درگیری در ولسوالی تنه خوست کشته شدند. بانک مرکزی میخواهد با استفاده از شیوه بانکداری اسلامی به مردم خانه دهد. سرپرست این بانک میگوید که کار روی این برنامه را با وزارت‌های مالیه و شهرسازی آغاز کرده و هدف آن کشاندن بیشتر مردم به خدمات بانکداری اسلامی است. هدف آگاهی دهی از خدمات بانکداری اسلامی است. بانک مرکزی با راه اندازی این برنامه ها می خواهد شمار استفاده کنندگان بانکداری اسلامی را افزایش دهد و نیز راهکارهای مناسب در این بخش آماده کند. تنها 10% مشتریان بانک از بانکداری اسلامی استفاده می کنند. سرپرست بانک مرکزی می گوید که برای کشاندن بیشتر مردم به بانکداری اسلامی برنامه ای را روی دست گرفته است که با استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی به باشنده های کشور خانه توزیع می شود.
چې موږ د نړیوال بانک او د شهرسازۍ د وزارت سره او مالی وزارت سره په شریکه کار کوو تر څو خلکو ته د اسلامي بانکدارۍ د لارې کورونه ورکو پور ورکو او دغه پور د لارې بیا خلک چې دی په دې باندې کورونه واخلي. در حال حاضر یک بانک اسلامی در کشور فعالیت دارد و 6 بانک دیگر یک بخش از خدماتشان را به بانکداری اسلامی اختصاص دادند. آمر بانکداری و خدمات مالی اسلامی می گوید که 35,000 نفر در افغانستان از خدمات بانکداری اسلامی استفاده می کنند و سپرده های مردم در این بخش به 31 میلیارد افغانی می رسد. مشکلات عمده در مورد بانکداری اسلامی ذهنیت مردم است. باید این مورد ما ذهنیت سازی کنیم تا مردم بدانند که بانکداری اسلامی به شکل واقعیش به شکل یک بدیل واقعی به مردم عرضه میشه. آمارهای بانک جهانی نشان میدهد که 36% مردم افغانستان به دلیل سود از خدمات بانکداری استفاده نمی کنند. بانک مرکزی میگوید که اگر مردم از این خدمات استفاده کنند اقتصاد کشور رشد خواهد کرد. در خارج از کشور رئیس جمهوری آمریکا عضوهای دموکرات کنگره این کشور را به تلاش برای بی‌ثبات سازی آمریکا و انتخابات سال 2020 متهم می‌کند. ترامپ ادعای مطرح شده از سوی دموکرات‌ها مبنی بر تلاش برای دستیابی اطلاعات زیانبار از رئیس جمهوری اوکراین علیه جو بایدن رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات را بی اساس می‌داند. رئیس دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا اما بر استیضای ترامپ اصرار دارد و تاکید می‌کند که او باید در پیوند با جزئیات گفتگوهای تلفنی خود با رئیس جمهوری اوکراین به مجلس معلومات دهد. وال هم تازه های ورزش با ظاهر نوری. ملی پوشان جوانان مویتای کشور نخستین گام هایشان را با پیروزی برداشتند. در ادامه رقابت های قهرمانی مویتای جهان امین الله کریمی نماینده افغانستان در وزن 54 کیلوگرم از صد حریف الجزایریش گذشت و راهی مرحله بعدی این رقابت ها شد. در دیگر بازی فرهاد حسینی ملی پوش دیگر مویتای کشور حریف مغولستانیش را زمینگیر کرد و پیروزی را به نام خود رقم زد. فرهاد در وزن 57 کیلوگرم اشتراک کرده است. فرهاد حسینی فردا دومین بازی خود را در برابر حریف کولومبیایش به نمایش می‌گذارد. حریف امین الله هنوز مشخص نیست. رقابت‌های قهرمانی مویتای جوانان جهان از 28 سپتامبر الی 6 اکتبر با حضور 800 ورزشکار از 75 کشور به میزبانی آنتالیای کشور ترکیه جریان دارد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. شب بر همه شما خوش. الله حافظ.